تهران، تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شرکت نفت مقابل مجلس ارتجاع. اصفهان، تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه. وزارت خارجه انگلستان از توطئه‌های رژیم ایران در اروپا ابراز نگرانی کرد. سلام میکنم خدمت شما بینندگان گرامی سیمای آزادی، توجهتون رو به خبرهای این ساعت جلب میکنم. صبح امروز جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند و به وضعیت سخت معیشتی و گرانی سرسام‌آور و وعده‌های توخالی حکومت آخوندی اعتراض کردند. کشاورزان ورزنه در ادامه اعتراضات و تظاهرات روزانه خود روز چهارشنبه در مسجد گلزار اصفهان تجمع کردند. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی با نگرانی گفت امروز فساد و شیوع آن ممکن است نظام را با خطر مواجه کند. وی که در شاهرود سخنرانی می‌کرد افسود فساد پایه حکومت را سست کرده و ناکارآمد می‌کند. قرار بود مناطق آزاد سکوی صادرات شوند، اما اکنون تونل واردات شده است. وزارت خارجه انگلستان طی بیانیه‌ای از اقدامات تروریستی و خصمانه رژیم ایران در اروپا ابراز نگرانی کرد و نوشت انگلستان و شماری از شرکای اروپایی نگرانی مشترک ما را با رژیم ایران مطرح کردند و از فعالیت‌های خصمانه و توطئه‌هایی که این رژیم در اروپا طراحی می‌کند ابراز نگرانی کردند. ما مقام‌های رژیم ایران را مطلع ساختیم. آنها که مسئول بمب‌گذاری طراحی شده ژوئن 2018 بودند با تحریم روبرو خواهند شد. برای ما روشن است که توافق اتمی بهانه‌ای برای ما نیست که به سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و خصمانه رژیم ایران نپردازیم. خبرگزاری رویترز گزارش داد اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه دارایی‌های یک واحد اطلاعاتی رژیم ایران و دو تن از کارکنانش را مسدود کرد. این اولین بار است که بعد از لغو تحریم‌ها در سه سال قبل به دنبال برجام، اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه رژیم ایران اعمال می‌کند. این تصمیم به دنبال افشاگری سال گذشته دانمارک و فرانسه است که به یک عامل وزارت اطلاعات رژیم ایران مشکوک شدند که توطئه‌های ترور در خاک اروپا را دنبال می‌کرد. این تصمیم برای اعمال تحریم‌ها بدون بحثی در اجلاس وزیران اروپا در بروکسل به تصویب رسید و انسداد دارایی‌ها از روز چهارشنبه اعمال می‌شود. کیهان خامنه‌ای در واکنش به تحریم‌های بخشی از اطلاعات آخوندی توسط اتحادیه اروپا نوشت قرار بود دولت در اردیبهشت 97 ظرف فرصتی دو هفته‌ای از اروپا تضمین عملی برای حفظ منافع ایران در قبال خروج آمریکا از برجام بگیرد. حالا نه تنها اروپا هیچ تضمینی نداد، بلکه در جدیدترین اقدام ایران را تحریم کرد. تابستان 97 نیز فرانسه یک دیپلمات را اخراج کرد. در روزهای گذشته نیز آلبانی که به پایگاه مجاهدین مبدل شده دو دیپلمات را از این کشور اخراج کرد. نکته قابل تأمل این که یکی از دیپلمات‌های اخراج شده غلام حسین محمد نیا از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای است. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.